در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای محمد بکتاش، عضو و مجلس نمایندگان. سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. سلام بر شما و سلام بر بیننده های عزیز طلوع و طلوع نیوز. ممنون. آقای بکتاش، میخوام از شما پرسم که امروز شیوه برگزاری به خاطر انتخاب رئیس مجلس نمایندگان چگونه بود؟ خب انتخابات ریاست پارلمانی ما بر شما بهتر معلوم است که دور دوم از امروز دور دوم از سپری شد. در پارلمان 247 نفر حاضر بودند از وکیل سپاه که نصاب تکمیل بود، که در اصول وظایف داخلی ما کس ریاست پارلمان میتونه بگیره که او 50 جمع یک یا اکثریت آرا را باید داشته باشند. که در این نصاب که 247 نفر بود، برنده 124 نفر باید میشد، اما متاسفانه یک تعداد از وکیل صاحبای ما که 3 نفر از وکیل صاحبای ما نتانستن البته رأیشان استفاده بکنن، اما در جلسه حضور داشتن، اونا حاضری را امضا کردن، نصاب با 247 نفر اعلان شده بود. حال انتخابات متاسفانه شما میفهمید که در گذشته هم انتخابات مردم افغانستان خاطره خوشی نداره، از انتخابات ریاست جمهوری، از انتخابات شورای ولایتی، از انتخابات خود پارلمانی که بسیار خیلی دیر اعلان شد. به این فعلا قسما به بنبست رفتم. نظر به اصول وظایف داخلی ما برنده باید با 124 می بود، اما فعلا 3 رای کم است، چون 3 رای واقعا داخل صندوق ها نیست. اما در اصول وظایف داخلی ما از دید شما آقای بکتاش چگونه میشد؟ چگونه این شیوه انتخابات برگزار میشد تا نمایندگان میتونستن که رئیس انتخاب بکنن؟ خب در افغانستان اصلا میفهمین خب بسیار مشکلات وجود دارد. انتخابات یکی از چالش هایی که چند مشکلی که فعلا وجود دارد در انتخابات ریاست پارلمان، اولی که فعلا متاسفانه در افغانستان هم تعصبات قومی و نژادی و سمتی فعلا وجود داره. هر کس بر روی ظرفیت و توانمندی رئیس پارلمان رای نمیتن، بلکه بر روی قومیت یا شناخت چان رای میتن. علت دومه که فعلا ما مشکل داریم، علت دوم از این است که ما در چند ماه آینده ما انتخابات ریاست جمهوری داریم. انتخابات ریاست جمهوری داریم، بنابراین تکت های انتخاباتی مطرحی که فعلا در افغانستان هستند که شامل انتخابات ریاست جمهوری شدن، دسته ها هم فعلا در پارلمان مداخله دارن. کسی را میخواین که با رئیس پارلمان شوه که با اونا هم سو باشن. البته که در تکت های انتخاباتی مطرح فعلا هواخواهایی که در با اونا هستن در پارلمان حضور دارن، و اونا میخواین که چون هر وکیل در حوزه انتخاباتی خود جایگاه خود داره، جایگاه اجتماعی سیاسی خود، رأی خود داره، بالاخره ریاست پارلمان با گرفتن اکثریت آرای وکلا انتخاب میشه و وکلا هم در منطقه چون نقش دارن، بنابراین اینا تاثیرگذار است به انتخابات ریاست جمهوری. میتونه چقدر چالش دار باشه همین مثلا در انتخابات ریاست جمهوری؟ خب بالاخره خواهر وکیل تاثیر خود داره. ریاست بله. پارلمان چون میفهمین خود یکی از رأس قوا است، موجودیت رئیس پارلمان با یکی از تیم انتخاباتی یا تکت های انتخاباتی ریاست جمهوری البته که تاثیر بسیار زیادی داره. علت دیگه هم که وجود داره در افغانستان متاسفانه تا حال احزاب سیاسی نهادینه نشده. ما اصلا احزاب بزرگ ملی را در افغانستان نداریم، بنابراین ما وکلای احزاب ملی را در پارلمان هم نداریم، چون ما 250 کرسی در پارلمان داریم. 250 کرسی را اکثریت مطلق از اینا کاندیدای مستقل هستند که دیدگاه متفاوت دارن، از مناطق متفاوت دارن، منفعت متفاوت دارن، بنابراین تفاهمشان بر یک کاندید واحد بر ریاست خیلی ها مشکل است. و مشکل دیگه هم که در پارلمان وجود داره، چون کرسی کم است، ما 5 کرسی داریم، بنابراین یک تعداد زیاد از وکیل سیما علاقمند هستند که باید اونا بر راوند های بعدی برشان چانس پیدا شوه، اونا یا رأی باطل استفاده میکنن یا رأی سفید استفاده میکنن تا بتونن بر اونا چانس پیدا کنن. که ما تقاضای ما به میسته، چون ما خیلی ها منتظر ماندیم تا که پارلمان ما افتتاح شوه تا ما بتونیم به مردم خود خدمت بکنیم و تعهدات خود عمل بکنیم. حال ما یک چالش سر خوردیم که این هیئت اداری است. ما در تنها به این دوره نبوده، بگراند از اگر ما ببینیم در دوره 16 هم ما مشکل داشتیم که ماها طول کشید هیئت اداری، باز اونجا موضوع قومی شد. بالاخره با دعا بدون از انتخابات ما رئیس پارلمان تعیین کرده بود. آقا پس چرا همواره این چنین جنجال ها با وجود میاد؟ چرا یک انتخابات به گونه درست صورت نمیره تا رئیس مجلس یا هیئت اداری شکل بگیره؟
انتخابات خب از صورت درست از لحاظ شکلیات و تکنیکی صورت گرفته، اما دیدگاه های وکیل صاحبان متفاوت است. ببینید ما همین جنجال را میخوایم بپرسیم. ببینید که راهکاری که باید ما پیدا بکنیم، حالا بعد از این بر شیوه انتخابات خود پارلمانی هم تغییرات آمده. در گذشته شما میفهمیدین که رأی قابل انتقال نبود، یعنی هر کس رأی خود میگرفت، بلان دیدگاه ها متفاوت میآمد. امبار سیستم انتخابات چون این چالش ها را حکومت میدانسته، حالا قانون نوی که ما داریم در انتخابات 5 سال بعد شاید عملی شود، این بار رأی قابل انتقال خواهد بود، یعنی رأی حزبی خواهد بود. در اونجا باز احزاب ملی که در افغانستان شکل بگیره اونجا بین، باز در قسمت انتخابات هیئت اداری یا رئیس پارلمان جنجال پیدا نخواهد شود. بله آقای بکتاش، اکنون که آقای میررحمان رحمانی از طرف آقای دهقانپور به رئیس مجلس نمایندگان اینا انتخاب شدن و اعلام هم شدن از طرف از اونا، آیا این میتونه که مو سر صداهایی که در حال حاضر در مجلس وجود داره اینا را پایان بده؟ چون میگن بیشترین آرا را اینا تونستن به دست بیارن، نه 124 رای تاییده. ببینید در اصول وظایف داخلی ما فعلا اصول وظایف داخلی رو با خود آوردیم. در اصول وظایف داخلی در فصل 3 از اینکه به خاطر رای گیری هیئت اداری است، در اونجا میگن که اکثریت آرای که کسایی که اونجا در جلسه حضور دارن، در اون حالت 247 نفر بودن از یک قطعی است که همه امضا کرد، 247 نفر اونجا حضور داشت به شمول اومد. بنان به او 124 بکار است، 124 رای بکار است، اما 3 نفر ارادی خود یا رای خود در صندوق ننداختن که 3 تا فعلا از 244 رای استفاده شده. باز در اصول وظایف داخلی ما در ماده در فصل 11 در ماده 65 هم میگه که میرم میخوانم به خاطر از اینکه اشتباه نشه، رای هر عضو یک حق شخصی بوده که به صورت مستقیم استعمال می‌گردد. اعضای جرگه ولو به توافق آرا حق ندارد که رای یک عضو را خلاف اراده وی تفسیر، شمارش و حساب کنند. بنان چالش است فعلا، چون 124 رای می‌گرفت که مشکل نبود، حال با 123 رای گرفته شده و در مجلس ما 247 نفر حضور داشته، اما 3 نفر از وکیل صحیبای ما ارادی خود را به صندوق انعکاس ندادن، یعنی رایشون استفاده نکردن. بالاخره تفسیر با میگم تفسیر کردن نمیتونیم. اگر این را باطل اگر حساب کنم، در اون حالت اگر با 124 رای بکار است، اگر اینا را بگن که حضور نداره، خونا عملا حضور داشتن. بنابراین من فکر میکنم که برای امروز این جنجال نخواهد نهایی شود. شاید این موضوعات ما بر رده های دوم به دوره های دوم یا سوم شاید بره. بالاخره متاسفانه فعلا ما یک بنبست قرار داریم که برای به زمان ضرورت است که تا آقای بکتاش، آیا انتخاب آقای رحمانی به رئیس مجلس نمایندگان میتونه جنجال های را در پی داشته باشه؟ این دیدگاه ها متفاوت است، من به چیز برای دیدگاه مشخصی در این مورد ندارم. بالاخره ما کسی باشه که ظرفیت توانمندی زیاد داشته باشه، ولو که ما یک تا نرندر سنگ به نام هندو هم داریم یا یک خانم پیدا شود که مثلا بتونه او ظرفیت توانمندی و مدیریت داشته باشه، بدون در نظر داشته قومیت، جنسیت، سمتی، زبانی، باید وکلای ما اتحاد اتفاق شوند و وکلای ما متفاوتر از دوری 16 باشند. به دوری 17 تعداد زیاد از جوان ها آمدند و مردم هم از ما امید دارند که ما یک به یک وطن جنگ زده زندگی میکنیم. بالاخره ما راهکار را پیدا بکنیم، 5 سال آینده مثلا برادران کار بکنیم به خاطر شکوفایی افغانستان. بله آقای بکتاش، میخوام از شما بپرسم که شما میگین کس به عنوان رئیس باید انتخاب شوه که اینا درایت داشته باشن، ظرفیت داشته باشن، مدیریت درست داشته باشن. اکنون که اعلام شده آقای رحمانی به رئیس مجلس نمایندگان، شما همین ظرفیت و مدیریت و درایت در آقای رحمانی میبینین که اینا بتونن که مدیریت درست داشته باشن؟ هر کس 250 نفر که فعلا در پارلمان حضور داره، البته که همشون ظرفیت و توانمندی ریاست پارلمان داره. بله. و تعداد زیاد از اینا علاقمند است که در هیئت اداری پارلمان باید حضور داشته باشه. بس جای دیگه است. البته توانمندی هر کس متفاوتر است. بله. بر حال هر کس ارادی خود باید اونجا در صندوق انعکاس میده. مهم امی است که باید ما به تنش نریم. باید قطب بندی نشه. بین اقوام مشکل پیدا نشه، چون پارلمان آینی افغانستان است. باید ما راهکار پیدا کنیم که در سیاست داخلی و در سیاست خارجی به خاطر جنجالایی که ما در پروسه صلح ما می‌خوایم که باید ما راهکار در پارلمان داشته باشیم، به اونجا تاثیرگذار باشیم، باید ما بین خود با تفاهم بدون از مشکل به نتیجه برسیم. بله آقای بکتاش، اگر روی از این حساب صحبت بکنیم، به اینکه اعضای تازه مجلس نمایندگان آیا میتونن که چنین تصمیمی را بگیرن در این رابطه، کس را انتخاب بکنن که همین شایستگی ها را و همین ظرفیت مدیریت رئیس مجلس داشته باشن؟ بالاخره اگر امین منوال این جنجال که فعلا پیش آمده این راهکار پیدا شود،
اگر ای به راوند دوم به راوند سوم برای که ما در اصول وظایف داخلی خود سه بار میتونیم به ریاست کسا کاندید بکنن، ما سر از این کار داریم. حداقل وکلای که تازه در پارلمان حضور دارن، دید ملی دارن که ما هم دید ملی داریم، برای سمت منطقه تصمیم نمیگیرم، به خاطر منفعت مردم، منفعت افغانستان تصمیم میگیرم. بالاخره راهکار پیدا شوه که یک کس بی‌طرف با ظرفیت بلند که شایسته سالاری رو در نظر بگیریم، تحصیل و تجربه کافی داشته باشه، تخصص داشته باشه و بتونه در مجموع محوریت رو اونجا بازی بکنه، ما اون شخص رو انشالله ما کوشش میکنیم که انتخاب بکنیم. اما مهم بنبست امروز است که ما چگونه ایرم راهکار پیدا میکنیم. بله خواهیم بکتاش، در کنار ازی میخوام از شما پرسم به عنوان ای که جنجال هایی که اکنون در مجلس نمایندگان وجود داره و ما میریم به طرف از ای انتخابات ریاست جمهوری داریم، ما پرسه صلح افغانستان در پیش رو داریم، میتونه چقدر تاثیرات روی این بخش هم داشته باشه زمانی که قوای مقنب و این چالش ها و جنجال ها اینا دست پنجه نرم میکنن؟ خود در تمام دنیا در انتخابات ریاست پارلمان یا هیئت اداری جنجال هایی میداشته باشه، چون در دیگر کشورهای پیشرفته چون اعصاب نهادی نشده در اونجا ساختارها متفاوت هستند، دیدگاه ها متفاوت هستند، چون اعصاب که یک اجندای خاص داره، هدف خاص داره، اهداف خاص داره و اونجا میتونن که همه گیرن یک جا به یک هدف واحد اونا سوق بتن. اما در افغانستان این مشکل وجود داره که ما اعصاب قوی سیاسی نداریم، اما بالاخره پارلمان در مجموع تمام اراده مردم در اینجا جمع شده زیر یک چتر آمدن، اینا در پروسه صلح نقش خواهد داشتن. یقینا در پروسه در انتخابات ریاست جمهوری هر تیم علاقمند است که با وکیلایی که فعلا در پارلمان آمده با اونا نزدیک باشن، با اونا با تیم خود به نفع تیم خود و از اونا استفاده بکنن تا رأی قابل ملاحظه بگیرن و پارلمان به هر حال این جنجال ها شاید به یکی دو روز یا به یک هفته آینده راهکار پیدا شود که حل شود. خب ما کوشش ما امی است که وکلای که در اونجا دیدگاه ملی دارن با راهکار پیدا کنیم که این بنبست بشکنانیم و با تفاهم با برادری. آقای بکتاش، پس بالاخره شما راه حل که پیشنهاد میکنید این قسمت چی است؟ خیلی کوتاه. راه ما ببین پیشنهاد که ما بکنم خود در اینجا بگیم که اگر برنده است یا بازنده است این کار درست نیست. بالاخره ما اصول وظایف داخلی داریم در افغانستان، از ما بزرگتر حقوقدارهایی جو وجود دارن، بالاخره اگر جنجال شود سر محکمه وجود داره. البته به تفسیر ضرورت است، بنان دو طرف باید مراکار پیدا کنیم که قانون هر چی میگه باید اونمو تطبیق شود. تشکر آقای بکتاش، سپاس از اینکه با ما رفتن. خیلی سپاس از شما.